اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. یک سینه سرشار از امید و عشق در آتش کین شعله ور می شد و کودکی در وحشت و اندوه در اشکهایش بی پدر می شد. دیروز سهراب و ندا در خون خروشیدن، امروز را با چشم دل دیدن. کشتی و می دانی بر کشتت شهری پریشان شد در چنگ جمهوری جهل و جور و کینه و بیداد. ایران جاویدان من گور دلیران شد. آیات شیطانی در کوی و برزن بر لبت جاری، 40 سال مرگ و ننگ تکراری. یک جمع غارتگر دزدان بیت المال، این دشمنان سرفرازی عشق و بیداری. باری دیگر مردی به خاک افتاد، اهل ولایت اشک می‌ریزند. سرباز آقا برخی امروز آقا شد، دیروز بیجا بود، امروز با جا شد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 29 سپتامبر 7 مهر به شما سلام. می‌دونید که در این تشکیلات موشکسازی سپاه، جهاد خودکفایی، که اینا دو قسمت داشتن، یکیش تو ملارد بود که 10 سال پیش یادتون است اون انفجار مهیب و اسرائیلیا زدن که بیش از 17 یا 20 نفر کشته شدن، و این دفعه اول گفتن 4 تا مجروح، حالا اقرار کردن تا حالا 2 تا شد، ولی من شنیدم 3 نفر، یکیشون هم سردار بود، سرتیپ 2 سپاه و در قسمت موشکی کار میکرد. حالا جدال و جنگ بکنن، جلسه داشتن، آقای طائب گفته بود نه خیر با سایبری زدن. حالا اصلا نمیده سایبری خوردنی یا پوشیدنی. بعد بهش گفته بود که وزیر، معاون وزیر اطلاعات بهش گفته بود نه آقا جم سایبر نزدن، اینا پهباداشون آنقدر مسلط و قوی هستن، میان میزنن و میرن و ما هم نمیفهم. حالا که تو خلیج فارس همسایه ما شدن، بجنگید، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. و فقط خانواده این بچه هایی که کشته میشن باید یادشون باشه اینا یه قاتل دارن، قاتلشون هم که میدونید کیه، و بنابراین دنبال قاتل نگردید، قاتل اینا معلومه کیه. آن کسی که 32 ساله میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. مرگ بر آمریکا که چی؟ آمریکا همچین حلوای خوردنی هم نیست که همه دنبالش باشن بخون بخورنش. بعد از اینکه باراک حسین اوباما و جو حسن بایدن اومدن، خیلی آدما مشتاق آمریکا هم نیستن. ولی شما یه کاری کردید با مرگ بر آمریکاتون، حتی سردارانتون بچه‌هاشون بفرستن آمریکا. قصه غریبی است. عزیز قاسمزاده که خیلی من دوستش دارم، یک هنرمند برجسته، یک معلم نازنین، یک مبارز مورد حرمت و احترام، داشت مصاحبه میکرد با جمشید چالنگه. ما چندین بار مصاحبه کرده، جمشید جان هوای این دوستان رو داره. داشت با من و تو مصاحبه میکرد، ریختن گرفته، همونطور که آقای بختیاری وقتی داشت با آقای چالنگی گفتگو میکرد کنار
بغل همون جایگاه های بزرگ قبر کوروش کبیر و اون مناطق ریختن اونجا گرفتنش، تلویزیون ما هم پخش کرد. اما بعضی از کانال ها دریغشون اومد بگن در حال گفتگو با ایران فردا. ما نه، ما واقعیت رو میگیم. داشت با من و تو صحبت میکرد و خیلی هم هوشمند بود. این تلفن رو باز گذاشت که لحظات دیگری هم از نحوه دستگیری و چهره آدمکشان ولی فقیه معرفی بشه، مردم بدونن کیست. جناب دوست عزیزمون حمید خان ما آشنایی نزدیکی با او داره، خوب میشناستش، اما صدای بسیار قشنگی داره. از جناب آصفی میپرسم، دوست داریم در رابطه با عزیز قاسمزاده و تلاشا و فعالیتاش اول برامون بگید. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. عزیز واقعا عزیزه، یک جوان سمبول، جوان پاک با اون حجب حیای ایرانی و شرقی خودش، با اون صدای آسمانی خودش و یکی از شاید برجستگان مکتب هنری استاد شجریان. در طراز ملی ایشان یک هنرمند در طراز ملی است، ولی در این حال یک معلم ساده در یک شهرستان کوچک، اما در انجمن صنفی معلمان ایران یک جایگاه ویژه ایشان. در این 20 سالی که در کسوت معلمی کار میکرده، مبارزات بیشماری رو برای حقوق معلمی داشته و در هر حال اعتراضات و اعتصابات حتی میدانی هم ایشون همیشه کنار مردم بوده. عزیز یکی از چهره‌ها و از ایرانیان بسیار پاک دست، بسیار شریف، بسیار انسان دوست و بسیار عاطفی و بسیار باذوق. یعنی صدای واقعا آسمانی ایشان انسان رو به وجد میاره، آدمی رو به وجد میاره. عزیز اغلب کنسرت های خودش رو که برگزار میکرده پولی نمیگرفته و بیشتر یا برای جان باختگان بوده یا اگر درآمدی هم بوده میگفتن که به خانواده های فقیر، کارگری، خانواده های یتیم خانه ها غیر زالک داده بشه و یا به همکارانی که ازش زندان هستن حد به سهم بیشتری خودش پرداخت کنه. اون کارون صنفی معلمان. ایشان چه کرده؟ چه وحشتی حکومت از این آدم داره؟ آدمی هم هست که شعار براندازی نمیده، اما میگه بس کنید از این استبدادتون، بس کنید از این فقری که بر جامعه ما حاکم کردید، بس کنید از این گلوله زدن تو مخ بچه های مردم. این اعتراضات میگه ادامه دارد، من بگیرید، دیگران را هم بگیرید، کار ادامه خواهد داشت. کما اینکه شورای هماهنگی صنفی معلمین هم همین جمله آقای عزیز قاسمزاده رو در بیانیه‌اش آورده به عنوان اعتراض، که با گرفتن امثال عزیز و دیگران ما راه رو ادامه بدیم. فکر نکنید ما دیگر در خیابان می آییم. عزیز یه انسان ملی، یک انسانی که نمیخواد ناخونی از سر ایران کنده بشه، یک آدم دردمند، یک آدم بسیار پاک دست، پاک باخته و یک روحیه زلال عرفانی داره که اون رو میشه در صداش تشخیص بدادم. و من آقای حال که به هر حال از دوستان 30 سال لی بندم هست، در جوانی ایشون رو میشناختم و همیشه یا منظر ما میامدن یا ما به هر حال مزاحم ایشون در شمال میشدیم. به هر حال میخوام بگم از این یک سر سوزن نمیتوانن خلاف اخلاقی، خلاف سیاسی، خلاف منافع مردم و خلاف منافع ملی حقی بشه پیدا. بنابراین جناب آصفی همشهری بودین شما؟ همشهری بودی؟ نه خیلی قربان، من ایشون که گیلانی هستن، من بچه اندیمش و لور خوزستانی هستم. شما نزدیک های جمشید ما هستید. بچه سلیمان اندیمش و نفتی هستید شما؟ بله ما نفتی هستید. خب دوست من، بگذارید موضوعات رو بر اساس اهمیتش دنبال کنید.
این آتش سوزی و بعد انفجاری که در غرب تهران رخ داد و خب تلفاتی هم به بار آورد. ما وقتی صحبت‌های مقامات امنیتی رو میشنویم واقعا میگه کورش آسوده بخواب من بیدارم، یعنی واقعا حرفایی که میزنن همه نشانه اینه که ما در نهایت قدرتیم، اختیار داریم، میزنیم، آسمان و زمین مال ماست. بعد به همین راحتی بعد از ظهر یک شنبه، حالا سایبری، پهپاد، هرچی، اسرائیلی ها میان میزنن و یه تأسیسات بزرگ موشکسازی و اینا رو از بین میبرن، تخریب میکنن. این نشانه چی؟ آیا نشانه رقابت دستگاه اطلاعاتی است که به هم کلک میزنن، یا عدم اصولاً یک پایه و اساس ملی و درست در این سازمان‌های اطلاعاتی است که به این راحتی به قول خودشون دشمن ضربه میزنه، یه روز نطنز، یه روز کرج، یه روز عراق، یه روز اصفهان؟ چیه داستان آقای آصفی عزیز؟ برد کشورهایی که بر مبنای ملیاتیویستی اداره میشن، بر مبنای امنیتی اداره میشن، اتفاقا کشورهایی هستن که در بزنگاهی که باید از اینها مقاومت دید، انسجام دید، خیلی سریع فرو میپاشن. ما اتحاد جماهیر شوروی رو داریم. این در خاطرات بسیاری از این آقایون که عضو سازمان سیا بودن میگن هست که این سال دو سه ساله اخیر دیگه میگفتن امریکا دستور داده بود به سفارتخونه ها که شما پناهنده دیگه نگیرید از کاگبه. یعنی اینقدر موج پناهنده و فروش اطلاعات در اونجا بالا رفته بود. حالا یکی از دلایل هم میگن خود چپ ها به هر حال ادعاشون بر اینه، میگن از این زاویه ضربه خورد. جمهوری اسلامی هم تصور میکنه با ملیاتریستی کردن کشور و با امنیتی کردن کشور و 16 نهاد اطلاعاتی که تشکیل میده میتواند جامعه رو کنترل کنه، در حالی که خب ما جامعه مثل اتحاد جماهیر شوروی رو نتونستن اینها پیاده بکنن، مثل کره شمالی رو نتونستن حتی. یعنی جامعه ما چون کره شمالی نیست، به هر حال جامعه ایران فرق داره با کشوری که در دوره‌ای که اتحاد جماهیر شوروی بود، باز جامعه ما با جامعه واسطری بود، به هر حال رفت آمد به بیرون آزاد بود، فرهیختگان می رفتن. ما در همین آسیا دو تا جنبش بزرگ را انداختیم دیگه، از جنبش تنباکو بگی بیا تا جنبش مشروطه بیا تا جنبش ملی شدن نفت. خب یه همچین کشوری رو شما که نمی توانید با 16 نهاد اطلاعات امنیتی بخواید اداره بکنید، و در این حال وقتی که معیار یک حکومت دینی ولی در عمل معیار شده پول و ثروت و 250,000 میلیونر دلاری و رتبه 14 تو دنیا از نظر ثروتمندان تولید کرده، چه انگیزه ای برای اون نیروی امنیتی و اطلاعاتی باقی میماند که نخواهد اون هم سهم خودش رو بگیره؟ و برای همینه که نفوذ و رخنه دستگاه های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و شاید قدرت های دیگر، چیزی که حداقل من اینا که دارم میگم از نه خبری دارم نه اطلاعات ویژه‌ای دارم، به هر حال خود آقای محسن رضایی بارها گفته، آقای حد این توکلی، آقای توکلی و بسیاری دیگه که بله نفوذ رخ داده. این ما یک شکاف امنیتی بزرگ در ما ایجاد شد. خب وقتی که شما خودتون در یک شرایطی قرار می که تو تحریم هستی، با یک جنبش‌های دست به نرد اجتماعی هم سر کار دارید، ریزش شدیدی از بدنه هم وجود داره، افق و چشم‌اندازی هم نمی‌بینه، طبیعیه که الان مثل همون ترور آقای فخری که خیلی راحت می‌گفتن که این دقیقاً در کجا باید مستقر بشه، اون تیرباره که همش اتوماتیک بوده کجا باید اینشون ترور بشه، و این اطلاعات رو خب کی داده؟ باز از درون خود این سیستم بوده. این بحث ها خب بحث هایی است که سال هاست میگن که تو جمهوری اسلامی یه حرفی واقعا که خیلی پنهان بخواد بمونه شاید به یک ماه هم نرسه، نهایتا به یه شکلی و با یک حالا مضامین دیگه بیرون میاد. این نشوننده اینه که این حکومت حتی با یه حال که میخواد ادای حکومت های توتالیتر دراره و میخواد اون مسیر رو بره، بازم نتونست اون انسجام لازم رو حفظ بکنه. بله میتونه یه بخشش هم تسبیح حساب های امنیتی باشه،
یه بخشی رقابت بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی باشه. به هر حال کشوری که بر مبنای ملیتاریسم میخواد اداره بشه و میخواد حوزه نفوذ ژئوستراتژیک پیدا بکنه، این بخش نظامی و ملیتاریستی بخش توسعه رو میبنده، بخش پیشرفت رو میبنده و با سرزمین. و این حرفی بود و پیشبینی بود که آقای کیسینجر در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی کرد و آخرین دیگه میشه گفت زنگ فروپاشی رو اشغال افغانستان به صدا در آورد براش، که یک ویتنام دیگری، ویتنام دومی شد این دفعه برای اتحاد جماهیر شوروی. و از توسعه بخش‌های رفاهی، بخش‌های پیشرو دانش‌بنیان، از همه این حوزه ها عقب افتاد و الان اتحاد روسیه مونده با 5000 کلاهک هسته‌ای که خب به کارش هم نمیاد. یک کشور فقط نفت فروشه، فقط در حوزه نظامی یک رقابتی میتونه بکنه که الان هم تو دنیا جایگاه این رقابت‌های نظامی داره. جمهوری اسلامی حالا میخواد بره این تجربه 70 ساله شکست خورده رو جبران بکنه. نتیجهش هم همین میشه که شما میفرمایید الان در کرج اینجور کردن، در نطنز اینجور کردن، دانشمندان اینجوری ترور کردن، خیلی راحت این اتفاقات هم میفته و باز هم خواهد افتاد. جناب آصف، یه نکته برای من خیلی جالبه. در این رابطه خانم میرقلی خان که دوست دختر آقای دکتر سرفراز بودن و حالا داستاناشون رو میدونیم، اون اسناد و غیره، در گفتگویی که با آقای داوری داره که از نور چشمان آقای احمدی نژاد بود و مثل این که فعلا از چشم ایشون افتاده، گفتگویی که میکنه میگه که آره منو تو امریکا زندانی کردن، دیروز ما پخش کردیم، بعد ماموران FBI و CIA و اینا اومدن من گفتن همکاری کن، گفتم محاله، همکاری نمیکنم. بعد پرونده های آوردندم، عجب اطلاعات دقیقی دارن. حالا تویی که با شوهرت تو سپاه بوده چه اطلاعات دقیقی داشتی که مقایسه کردی؟ بعد چرا آمریکایی‌ها بیان به تو که همکاری نمی‌کنی میده؟ اما نکته به قول معروف شابهت قضیه اینجاست، میگه من بهشون گفتم شما از کجای این اطلاعات رو دارین؟ گفتن رفسنجانی is our good friend، دوست خوب ما رفسنجانی میده به عربستان، عربستان میده به ما. خیلی جالب بود، یعنی بابا رو سرش زیر آب کردن کشتن، حالا هم که مرده میخوان بگن جاسوس آمریکا بود. به هر حال در جاسوسی کل رژیم و ارتباطات چون شکی نیست، ولی حالا میان رفسنجانی رو میکشن وسط. این همه نقص عضو دارن خودشون، از همون ریشهری و فلاحیان گرفته تا هیدر 208 و تا بقیهشون. الانم که آقای اسماعیل رو آوردن، آقای خطیب رو که به قول یه نفر میگفت خمیرش امنیتیه تا بالاش، حالا یه روزخون چجوری امنیتی میشه نمیدونم. این رو طرفه خاطم ثابتی رو نگاه میکنه در رژیم گذشته، کارشناس چند تا دانشگاه رفته، دانشگاه رفته، و حالا اسماعیل خطیب میخواد ناخون بکشین بیرون، انگوش بکشین، چشو کور کنین تا اطلاعات بگیرین. قرازم اینا حالا به اینجا هم رسیدن که آدمای دیگر رو که الان نیستن مطرح میکنن. الان اینا وجود ندارن. گفت یه نفر گفت یه روزی هم به جانتون میان میگن خمینی جاسوس آمریکا بود. حالا هیچ بعید نیست. منظورم اینه با این از هم گسستگی و به هم ریختگی اطلاعاتی مردم نگاهشون به حکومت چیه؟ آیا همچنان ترس برقراره؟ مردم میترسن؟ من مقایسه میکنم میبینم حمید آصفی عزیزم با شجاعت میاد با من گفتگو میکنه، شعار نمیده، براندازی نمیکنه، ولی تحلیل دقیق ارائه میکنه. به گمانم ترس مردم ریخته آقای آصفی. تقریبا همین جور هست. تا پیش از انتخابات 1400 برخی از این نهله های اصلاح طلبان در حال عمومیشون اصلاح طلبان دولت محور اینها هشدار میدادن که برای یک نیروی خشن، نیروی نظامی، نیروی خیلی متسلبی داره میاد و پیشینه هایی مثل آقای خوب رئیسی هم که پیشینهاش مشاهده کنید قضیه اینقدر مشهش هست که دیگه اصلا نیازی به افشایی نداره که اگر اینها بیان چه شود و که چه نمی شود و جامعه بسته تر میشه، جامعه به یک هلاکت ملی میفته
که البته این هلاکت ملی خب ما از 43 سال داریم توش دست پا میزنن مردم. ولی واقعیت هم اینه که ما دیدیم در فیما بین تغییر دوتا دولت، یعنی از دولت آقای روحانی به دولت آقای رئیسی، ما جنبش خوزستان رو داریم. در تهران مردم حمایت کردن، در تبریز همینجور، در خیلی اصفهان همینجور، در خیلی جاها. و هیچ مسئله در 11 تا شهید هم دادن تو خوزستان. این نشون دهنده اینه که دیگه جمهوری اسلامی این آخرین شانس و آخرین کارت که رو کرده، که نیروی رو آورده که تغییر طلب نباشه. چون اگه بخواد تغییر طلب باشه، آقای رئیسی، آقای اژه‌ای، خودش باید بره زندان، خودش اول باید محاکمه. نیرویی که میدونه پیشینه سیاهی داره و جز اطاعت به فرمانداری کاری دیگه ای نمیتونه. خب از طرفی هم در تجارب میدانی جنبش های اجتماعی در ایران دیده شده وقتی که یک مقدار سراسری میشه، یک مقدار در استانهای متعدد چیز میشه، نیروهای سرکوب اولا کم میارن، نیرو اونقدر ندارن، و دوم واقعا اراده سرکوب و ایجاد حمام خون در اینها هم به سایدیدی کشیده شده و لاغر شده پایین. برای همینه که ما جست و گریخته میفهمیم که در جاهایی که بوده تمرد نظامی رو افتاده و اطاعت نکردن که مردم رو بکشن. مجموعه اینها نشان میده که جامعه ایران، جدا از این که ما خود من از منظر جامعه شناسی میگم جامعه کاملا جنبشیه و این سر آسودگی نخواهد داشت تا بتواند به مطالبات ملی خودش برسه و جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه و یک گذار دموکراتیک در ایران رخ بده. این ترس، دایره ترس و این دیواره ترس داره از بین میره و نشان داد که جامعه دیگه واقعا ترس و هراسی نداره. کارگران میان، اعتصابشون رو میکنن، معلمین میان، به هر حال بازنشسته ها میان، اقشار مختلف اعتراضات رو میکنن، بگیر و بندن دیگه فرقی نمیکنه. طرفی که قراره در ما دیگه حتی مرغ هم گیرش نیاد بخوره و 3/4 حقوق خودشو باید بده. اکثریت 64-65 مردم 3/4 حقوقشون رو آیه نمیزده، خرج فقط اجاره مسکن و سوخت میکنن، با 1/4 که دیگه چیزی باقی نمیمونه. یعنی بین زندان رفتن و توی زندان و بیرون موندن فرقی براش نمیذاره. یه جوک هم شده تو جامعه، بعد هم نیست شما بدونید، میگفتن آقای خمینی زمانی که میخواست بیاد ایران گفته بود که ما آب و برق و به اصطلاح همینا رو مجانی میکنیم. الان میگن بله مجانیه ولی در زندان اوین. هر کس میخواد اینا رو مجانی دریافت کنه در زندان اوین. هادی خورسنده هم کار قشنگ کرده بود، تیتر همه را صاحب خانه میکنیم که خونه نخرید، تبدیلش کرده بود همه را صاحب گورخوابی میکنیم، گور نخرید. خلاصه بله درست بفهم. آقای آصفی عزیزم، از کرونا بگو، در چه شرایطی هستیم؟ معمولا گزارش های دقیق میدی در این زمینه. ببینید فشار جامعه مدنی، جامعه پزشکی ایران و کشتار چند صد هزار نفری که در ایران رخ داد وادار شد که آقای خامنه‌ای فتوای خودش رو پس بگیره. و اما چون این مسئله یک امر سیاسی و میخواستن به کارنامه آقای رئیسی بهش بیلان بدن، متاسفانه بسیاری از واکسن‌هایی که در گمرک بودن اینها ترخیص نکردن. به هر تقدیر من جلسه قبلم عرض کردم خدمت شما، بنده بسیار خوشحالم که الان عدد 3 رقمی ولی نزدیک به 200ه، دیگه عدد 700 رقمی نیست. و امیدوارم که این واکسیناسیونی که الان شکل گرفته و آقایون هم ثابت شد که تحریم امریکا دروغه و ثابت شد که کل واکسینه کردن کشور چیزی حدود 493-4 میلیون دلاره، یعنی به 1 میلیارد هم نمیرسه. و این آقایون گذاشتن 1.5 سال این بیماری به چرخه. الان سرعتی گرفته واکسیناسیون، آمار مرگ میر تا حدود زیادی در بزرگسالان پایین آمده، به جوانها سرایت کرده.
و این احتمالش هست که اینها حالا میخوان ربطش بدن به دهه فجر که بگن ما اونجا دیگه جشن پیروزی و مبارزه با کرونا رو به اصطلاح بگیریم و بگیم کرونا در این کشور رخت برد. اما در خب اینم باز نگاه میکنی میبینی که دارن با سیاسی برخورد میکنن با این قضیه. به هر تقدیر تا حدود زیادی فروکش کرد، اما شما میبینید دو تا مقاومت اینجا صورت میگیره. یه عده از طرف پزشکانی هستن که به تأثیر از پزشکان فرانسوی که پست مدرنی به اصطلاح فکر میکنن، میگن آقا واکسن غلطه نباید بزنید. پزشکانی تو خود ایران هستن، برای اینها محدودن، اینها به حساب پزشکانی که خودشون مدرن. یه جناح دیگه هست که الان یه چندین هزارا در قم و جاهای دیگه گذاشتن که آقا طب اسلامی ما باید بریم به سمت طب اسلامی، ترش هم بردن تو مجلس. اینها هم مخالف با واکسن رسیم اجباری هستن و میگن نباید واکسن بزنیم. ما میدونیم که این اقتصاد زیارتی، اقتصاد سیاحتی چون مذهبیشون، اقتصاد سیاسیشون تو این رابطه ضربه سنگینی خورد و نشون داد که واقعا خب در همین حد که الان واکسیناسیون در ایران رخ داده، مرگ میرها پایین اومده، مبتلاها پایین اومدن و نشون داد که طب اسلامی معنا نداره در دوره مدرن امروز. طب حالا چیزایی که داروهایی هم که تجویز میکنن که اصلا آدم نمیخوام بگه یک بار اینجا از کردن دیگه نمیخوام بگم، از انبر نسا بگیر، ادرار شطور بگیر تا خیلی روغن بنفشه بگیر، خیلی چیزای دیگه که تجویز میکردن. اون آقای بنده خدایی هم که خودش من گفت من 15000 تا کرونایی از مرگ و نجات دادم، خودش بنده خدا در اثر کرونا فوت کرد. بر تعدیل الان شما بکنید ما موج بازگشت زائرین رو از کربلا و نجف داریم و اونجا هم بخشی از اقتصاد زیارتی و سیاحتی و به اصطلاح مذهبی جمهوری اسلامی. این موج ممکنه برگرده. اینا میخوان پیک پنجم با پیک ششم رو به هر حال به یک نوعی در هم بذارن مدیریت کنن، ولی باز ما احتمال میدیم که این یک گسترشی پیدا بکنه چون پروتکل های بهداشتی هم اونجا رعایت نشد. در مجموع باید این فشار رو آورد که وقتی کل خرید واکسن برای دو دوزش به نیم میلیون دلار هم نمیرسه، شما برای چی میخوای تا دقیق فرج بذارینش که جشن بگیرید؟ یعنی ما ماهای آینده هم باز درگیر باید باشیم. بله. به این شکل گستردش اینه که این مسائل الان وجود داره و فشار جامعه مدنی، فشار خود معلمین و درخواستاشون و از اون عزیز قاسم زاده سر همین مسئله واکسیناسیون اجباری بود برای کودکان، برای معلمین، بعد بازگشایی مدارس و بعد از همه اونا گفتن حالا بیاییم با بحث چیزا مجازی هم بود که اون واقعا من گوشی و تبلت هم امر شخصی منه، من که نمیتونم این رو در اختیار دولت بذارم. به اضافه این که اکثریت دانش آموزان که گوشی، دانش آموزان مناطق مختلفی کشور که گوشی هوشمند ندارن، خانواده ها خرید ندارن، دو تا معلم به خاطر این مسئله خودکشی کردن، بسیاری از دانش آموزا خودکشی کردن. به هر حال منظورم اینه که معلمین هم جنبش معلمان هم تنها جنبش دستمزد نبوده، بلکه خواسته ملی که اون واکسیناسیون هست هم روش دست گذاشتن. به هر حال نباید شل گیره. جامعه مدنی ایران، الیت سیاسی ایران، الیت فرهنگی ایران، پاره جنبش های مختلف جامعه ایران باید این خواست انسانی رو اینقدر روش تأکید بکنن که اجازه ندن حکومت یک مسئله انسانی رو تبدیل به یک پاداش سیاسی برای خودش قرار بده. وظیفه حکومت بوده که این کار رو بکنه و تخطی کرده. و چرا باید الان وکلای ما به خاطر اینکه شکایت کنن علیه مسئولین قبلی و حتی مسئولان عالی رتبه الان ما تو زندان باشن؟ الان ما تو زندان باشن که آقا شما تعدی کردید، تخلف کردید. آصفی عزیزم چون چندین موضوع مهم دیگه هم داریم، اجازه بده درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم بپردازیم به مسائل مهم از جمله برجام، حرفای زد و نقیض آقای امیر عبداللهیان و جریمه‌ای که ایران شده 700 میلیون دلار به خاطر یک قرارداد ملی و به نفع مملکت که دزدار سر پورسانتاج به هم زد. در این کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با درود دوباره، چقدر جالب بود خانم سایه سدیفی که هم خواند و هم آهنگ رو ساخته بود، شاعرش هم فریبا شش بلوکی قشقایی از بود. خب آصفی عزیزم، من یه تیتری دیدم تو کیهان اصلا خیلی مغزمو همجور چرخون.
اجتماع چند ده میلیونی عاشقان حسین در کربلا. چند ده میلیون یعنی چی؟ یعنی 60 میلیون، 70 میلیون، 50 میلیون. عراقی ها قادر نیستن 100,000 نفر اونجا پذیرای کنن. چند ببینید این دروغ ها وقتی که گفته میشه معنیش اینه که اینا نه به حسین اعتقاد دارن نه به حسن. تمام اینا دروغ بازیاشون. من سوالم اینه، بعد از این همه آگاهی و بعد از اینکه مردم فهمیدن این دکونه، چرا بازم پا میشن میرن کربلا با این خطر، با این مشکلات، با این مصائب؟ و واقعا مردم عادی میرن یا آدمای خودشون میرن؟ کی میره؟ به هر حال بخشی از جامعه خوب اعتقاد داره، اعتقادات سنتی خودش رو داره و میره برن اونایی که توان مالی داشته باشن و ربطی هم به حکومت نداره. اما حکومت و تعدادی غیر حکومتی ها به مراتب بیشتره، اما حکومت هم به هر حال سازماندهی شده نیروهای بسیجی و نیروهای خودشون رو هم میبره. همینجوری که قبلا هم عرض کردم، نجف و کربلا این دوتا شهر جزء اقتصاد به اصطلاح زیارتی جمهوری اسلامی و اونجا هم در هر حال ممر درآمده و در این حال هم در هر حال باز تولید و باز خانشی روحی از ایدئولوژی که حاکمیت خودش رو متصور میده که میگه. ولی خب واقعیت هم اینه، مگه کربلا نجف خودشون چرا کردن؟ خودشون چقدر مگه 32 میلیارد روزنامه خراسان از شهر آقای خامنه‌ای، روزنامه قدیمی خراسان، میگه 32 میلیارد دلار خسارت گردشگری ماست. گردشگری ما چی بوده؟ 2 میلیون زائر سعودی و اماراتی و کویتی که میمدن، چند هزار دلار در مشهد خرج میکردن، قم هم میرفتن، اصفهان هم میرفتن، حالا هتل میساختن، بیزینس تولید میگه، همه اینا عبه رفته. در مقابل حالا کربلا، کدوم این برای ایران اعتبارش بیشتره که بگه آقای امام رضا اینجاست و بیان دنبالش و در مقابل این مبالغ رو از دست بدیم؟ من داشتم عرض میکردم که ببینید این آماری که روزنامه کیهان میده کاملا کذب محضه. نهایت اونجا بتونن 1 میلیون تا 2 میلیون رو بتونن، اون هم اونقدر اولا هتل نیست، مسافرخانه نیست، اون که جمهوری اسلامی اونجا خیلی هم خرج کرده، هتل ها اون بخش بیزنسمندشون به هر حال اونجا هتل های زیادی رو زدن برای حداقل چیز خودشون و بعد اونجا خب فروش های زیادی از چیزهای مذهبی هم هستن که خرید فروش میشه. اما واقعیت هم اینه، همین مسئله که میگه ما 32 میلیارد گردشگری ضرر کردیم، خب تا حدودی درسته. آقای دکتر در دوران کرونایی که آقایون نتونستن مهار کنن، عرضه مهار کردنشو نداشتن یا نخواستن یا تصورات امنیتی بر مسئله کرونا حاکم بود، خب ما به هر حال این بخش گردشگری مذهبی رو تو ایران از دست دادیم. اولا خود مردم دچار شوک شدن و بسیاری از باورمندانی که از دین ابزار شفاعت محض میخواهند، تبلیغات فقهی که میکنن، خب احساس کردن که نه، خداوند وقتی عقل داده، وقتی علم گذاشته، وقتی تجربه بشری داره با این نوع بلیه داره میدونه با چجوری به جنگه، چه نیازی هست که ما یا میتونه مثلا ما تمسک کنیم به این باورهای ایدئولوژی. این تا حدود زیادی جامعه رو واقعا دچار یک آشفتگی ذهنی و در این حال یک برون رفت کرد از یک بنبست. به هر حال ما از افغانستان، از پاکستان که خیلی هم شیعه دارن، از عربستان، از خیلی جاها به هر حال همین گردشگری مذهبی بله میتواند اینقدر گردش مالی هم تولید بکنه که البته به جیب آقایون بیشتر. ولی مهمترین مسئله اینه که ما اگه بخوایم در حوزه گردشگری که البته نباید پیشران اقتصاد باشه، پیشران اقتصاد ایران توسعه دانش بنیان مان باشه، ولی از خود گردشگری به عنوان دهمین کشوری که در جهان بضاعت گردشگری داریم و برای هر گردشگر 3 تا 5 نفر شغل، برای 5 نفر شغل ایجاد، بله، و پول خالص میارن، دلار خالص میارن میدن. این مسئله شما ببینید، من یک نکته رو بگم خدمتتون. در سال 98
در یک حرکت ابلهانه دولت آقای روحانی آمد گفت هر خارجی 250 هزار دلار بیاره تو ایران 5 سال ما بهش اقامت میدیم. و با همین اصلا یک نفرم چند روز پیش معاون وزیر گفت یک نفرم نیومد، اما شما با همین پول میلیون ها نفر، صدها هزار نفر رفتن در ترکیه و کشورهای اطراف گرفتن. به اضافه اینکه وقتی شما خانه در ترکیه میخری اقامتتو بهت میده، 75 کشور از جمله کشورهای اروپایی بدون ویزا تو فرودگاه بلیط بگیر برو، ویزا رو همونجا برات صادر میکنن. و در 20 کشوری دیگه میگن ویزاهای اورژانسی هست. و حالا وقتی شما اونجا شهروند شدی، اقامت گرفتی، کلی امتیازاتی دیگه بهت میده. خب سیاست آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی رو ببین که ما تابعیت ایران می، هر کس 250 هزار دلار بیاره، خب طرف مگر فرار میکنه؟ مگه دیوانه است بهت که اینجا راش نده جز برکنافاسو؟ عزیزم یه نکته رو بهت بگم، این خیلی جالبه. امارات متحده عربه یهود باشه یه موقع اعلام کردن، این دلالایی که خونه میفروختن، که شما بیاین یه آپارتمان بخرید، به خود و بچه های زیر 18 سالتون اقامت دائم داده میشه و دانشگاه ها مزایا غیره غیره بر. بعد دیدن مراجعه خیلی زیاد شد، حالا در میان کلاشی هایی که پول مردم گرفتن خونه رو نساختن و در رفتن، خب یه دم ساختن. بعد امارات دید خیلی به صرف است، اومد این مسئله اقامت رو مشروطه کرد، اقامت یک ساله میدن تا ببینن شما چی کار میکنید. ترکیه هم الان همین کار کرد، قشنگ جذب کرد. الان شما مجارستان با 250 دلار 300 دلار، مجارستانی که جزء اتحادیه اروپا است و یک کشور بسیار زیبا و دانشگاه های عالی داره، به شما شهروندی میده. یه موقع این جزایر اون سوی آمریکای لاتین بود، 250 هزار تا 300 هزار تا میدادید بهتون اقامت میداد. حالا اون کشورها مجبور شدن یه دزین اقامت ها لغو کنن، ولی الان اروپایی ها پر شده، قبرس، مالتا، همه اینا الان دارن. اون وقت پاشی یارو بیاد ایران، بیاد جمهوری ولایت فقیه. I doubt. خب دوست من بریم سر برجام. اینا بالاخره برجام میخوان چیکار کنه؟ امروز آقای امیر عبداللهیان میره توی نیویورک ملاقات میکنه با وزرای خارجی. البته موضوع مهم اینه که کفشش رو انداخته رو پاش، کف کفشش رو زده تو صورت وزیر خارجه پرتغال، حالا دولت دوست. اونجا برمیگرده میگه که ما زمانی که خودمون احساس کنیم میایم به مذاکرات. یعنی چی؟ از یه طرف دیگه داد میزنن بله آمریکا زیرش زده، ولی آمریکایی‌ها از روز اول خیلی مشتاق بودن، گفتن آقا جان ما به برجام قبلی بر نمیگردیم، شرطن و شروط ها، شما تو کشورهای منطقه مداخله میکنین. همه الان تو یمن بچه 10 ساله رو اعدام کردن، کارهایی که تو ایران هم میکنن. و خب اینا همه تأثیر گذار در داخل کشور. آیا اصلا برای مردم برجام اهمیت دیگه ای داره؟ آیا مردم واقعا مهمه براشون که مذاکرات از سر گرفته بشه و مزایایی شاید براشون داشته باشه؟ اوضاع چه جوریست آیا آصفی؟ در تحلیل شرایط موجود جمهوری اسلامی دو تا گفتمان تحلیلی و یا تحلیل استراتژیک داره روی برجام که چگونه برخورد بکنه. یک نگاه تحلیلی و راهبردی که تیم آقای روحانی داشت در دولت قبلی، میگفت ما باید با همین شرایط فعلا بریم ببندیم و شرایط سخت‌تر نشه، بلاز اقتصادی، بلاز این که اونا میکنه زیر میز مرجان بزنن برن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. تحلیل دومی که الان یه مقدار غلبه داره در ساختار حاکمیت این است که اولا اینا تیم ندارن، یعنی تیم فنی واقعا مذاکره کننده هم ندارن در حد دولت قبلی. این آقای امیر عبداللهیان هر جا رفته یا تپق زده یا خراب کرده، یا الان در خود نیویورک هم که برگشته یا نمیدونم برنگشته دقیقا نمیدونم، سبب شد که خیلی نگاه های نگران و تحلیل های نگران و موازه نگرانی از اتحادیه اروپا و امریکایی ها بگن که بخواه ما تا آخر که نمیتونیم زیر چیز قرار بگیریم. این تحلیل دوم این راه برد به حکومت تجویز میکنه که
که ما تا لبه به اصطلاح آنجایی که میتوانیم برویم ولی به پرتگاه نیافتیم، اینقدر برویم این غنی‌سازی اورانیوم رو بالا ببریم، بهشون هم بگیم زمانی هم فعلا به شما نمیدیم، ما کی برمیگردیم، بریم پیمان شانگهای هم حالا به لحاظ روانی که جو جامعه رو مثلا یا نگاهی خودشون گروهیه بدن هم میرن میبندن که انگار حالا مثلا پیمان براشون شاکاری میکنه و بعد میگه ما مردم رو تحلیلشون هم اینه، یه تحلیل خیلی واقعا غیر ملی آدم چی بگه، که مردمی که دیگه با تحریم و فقر و گرسنگی مثلا یواش یواش عادت کنن دیگه نسبت به دو سال سه سال دیگه شون مقایسه‌ای در ذهن ندارن، بنابراین ما این شرایط رو تحمل می‌کنیم، می‌رویم تا بتوانیم موشک‌ها، تا بتوانیم مناطق حوزه نفوذمون رو از میز مذاکره خارج کنیم و فقط بگیم رو صنعت هسته‌ای. ولی خب یک بازی بسیار پر ریسکه این بازی، یعنی شما الان دارید میایید اورانیوم فلزی دستگاه سنترفیوژ نوین رو بالا بردن غلظت رو رسیدن به نقطه گریز هسته‌ای رو دارید دنبال میکنی که اونها بترسن بیاین بشینن بگن خب حالا بفرمایید شما، ما به شما امتیاز میدیم، تمام پولاتون رو آزاد میکنیم، تمام تحریم ها رو برمیداریم. واقعا این شعور به نظر میاد اصلا شعور سیاسی در این ساختار نیست، که بابا اینجا اونجا که ولی فقی ندارن، اونجا که امریکایی های اروپایی های که دولت ها مجالسشون به سلاله میکشن، رئیس جمهوری که میاد طبق بند ماده ضد تروریسم تحریم میذاره خودش هم نمیتونه دیگه لغو کنه، باید حتما در وقت کنگره بگه آقا به این دلیل این قانون باید لغو بشه. اینا فشاری رو آوردن که فکر میکنن آقای بایدن مثلا اینقدر اقتدار داره و اینقدر دیگه این ساختار شناسیشون از ساختار امریکا هم غلطه، که بابا اونجا اینجوری نیست، شما باید مسائلتون رو به طور بنیادی حل کنید. جمهوری اسلامی بارها من عرض کردم جمهوری اسلامی به سمت یک مذاکرات استراتژیک نمیره، به سمت یک مذاکرات تاکتیکی میره، میگه فعلا این معضل رو ما رها بکنیم. اما اگر این مسئله یعنی این نگرانی تو جامعه هم الان شما بحث جامعه رو پرسیدید، این نگرانی وجود داره که آقایون کشور رو تا مرحله پرتگاه یک جنگ ویرانگر نبرن و زیر ساخت‌های 110 ساله 120 ساله‌ای که پدران ما ساختن، ثروت‌های ملی این کشور بودن، از بین نره و در این حال همه نیروهای ملی در ایران، نیروهای دموکراتیک در ایران، همه کارشناسان ملی اعتقادشون بر اینه که این سنت هستی باید جمع شه. اصلا یه سنت فقط اون قسمت پزشکیش که اون اصلا مشکلی نداشتن و این اساسا روزی ما الان داریم نزدیک این چیزی که در اردو بودن میلیون دلار فقط داریم ضرر این به اصطلاح تحریم ها و این سنت هستی نزدیک به 2000 میلیارد هم اونجا هزینه شده که نهایتاً چی کنن؟ کلمبش بکنن؟ نهایتاً چیش که شما میخواید به موشک هستی دست پیدا بکنید؟ نهایتاً این بازی اگر دچار یک اشتباه محاسباتی بشه و تحلیلتون درست از آب در نیاد و میز به هم بخوره و زل سوم میکنه اسرائیل و متحدین منطقه ای امریکا وارد قضیه بشن، خب از این برم مرزهای شرقی ما رو میبینید که طالبان اومده، از این برم حالا بیکار موندیم فکر میکنیم اسرائیلی در آذربایجان اومدن، آیون رفتن حالا سمت مرزهای آذربایجان هم چیز کردن، مانور نظامی کردن، میگفتن اونجا شده پایگاه اسرائیلی ها. یعنی ببینید یک وضعیتی درست کردن که این نگاه ملیاتویستی، این نگاه امنیتی، این نگاه تاکتیکی که به موضوع جهان دارن و این نگاه به شرق رو که فکر میکنن شرقی ها، چینی ها و روس ها میتوانن تا آخرین لحظه کنار جمهوری اسلامی میسازن، نه این کار نمی کنن. اتفاقا به تمام قدنامه های ضد ایرانی در دوره قبل از برجام اینا رای دادن، اونا میان به خاطر ایران با که کل در اگر در شرط عادی به اصطلاح روابط تجاری با چین 30 میلیارده، چین با امریکا نزدیک به 1000 میلیارد صادرات داره، کل اون بازی رو میاد به هم میزنه که جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه. اینه که این مسئله یک نگرانی ملی هم ایجاد کرده و این شعار در تجمعات و در بیانیه ها و در مواضع جامعه مدنی و اقشار گوناگونی که اعتراضات خودشون رو انجام میدن
مسئله صلح، صلح با جهان و آزادی در ایران حرف اوله، شعار اول مردمه و برای این مردم دارن مبارزه میکنن. در این حال هم به هر حال حکومت فعلا هنوز دست بالا رو داره و میتواند حالا اگر با کرونا تونست یه دوره سرگرم بکنه، مهار بکنه اعتراضات و جنبش اجتماعی ملی رو، در یه طرف هم ممکنه بخواد با یه جنگ این کار رو بکنه. به هر حال ما این نگرانی رو مردم میتونیم ببینیم، خود ما هم داریم این نگرانی رو و به طور جد هم داریم فشار میاریم که آقای سنت حسنی رو جمع کنیم. جمهوری اسلامی، من این نکته هفم یاد نگم، جمهوری اسلامی یک الگویی داره، میگه کشورهای پاکستان، هند و اسرائیل چیز شدن، اتمی شدن، بعد عراق، سوریه و لیبی نشد. اسرائیل این دوتا کشور عراق سوریه رو زد، لیبی هم که باز به همون شکل خودش دوره معمر قذافی داد. ما باید از مدل این سه کشور استفاده بکنیم، یعنی از مدل هند. جایگاه هند کجا، جایگاه ما کجا، جایگاه پاکستان که متحد امریکا کجاست؟ شما که میخواید امریکا رو کاخ سفید بکنید حسینیه، شما در همون جریان دوره افریقای جنوبی یادتون باشه آقای دکتر، قبل از اینکه آپارتاید کنار بره 6 تا بمب هسته‌ای تولید کردن. قبل از اینکه اصلا آقای ماندلا قدرت رو بگیره، اینها صنعت هسته‌ایشون رو جمع کردن، 6 تا بمبشون هم پیاده کردن، خونسا کردن و الان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت و نوآوری و در تولید ثروت برای کشور خودشون هستن. جمهوری اسلامی الگوشون اینه که مثلا فکر میکنه از این سه کشورها از شکاف بین این قدرت‌های جهانی و مسائلی که وجود داره بتواند مثلا به باشگاه قدرت‌های هسته‌ای وارد بشه. خب بفرمایید بشه. قبلا هم عرض کردم مثلا 20 تا 30 تا 10,000 تا بهشون بدن. کجا رو می‌خواد بزنه؟ شوروی مگه چند هزار تا داشت؟ چی شد؟ شوروی یک شبه فروپاشی چند هزار تا؟ عزیزم آخرین سوالی که وقتمون اجازه بده، این مسئله جریمه است که برای ایران دادگاه لاهه گذاشت. 700 و اندی میلیون بدن به شرکت داناگاز یا کرسنت و داستانش رو میدونی، یه قرارداد درجه یک به نفع ایران بود. 25 سال امارات رو یه نوعی وادار میکرد با ما سر دوستی داشته باشه، چراغش رو روشن میکردیم. دعوای دو گروه برای پورسانتاج گرفتن، این قرارداد به هم زد. الان 700 و اندی میلیون دلار رو دست ایران بود، تازه ادامه داره. بدون خود کرسن 14 میلیارد یا 15 میلیارد تقاضای خسارت کرد. کی جواب اینا رو خواهد داد؟ خب به هر حال جمهوری اسلامی هیچ وقت از منافع ملی حرفی نزده، بلکه تابع منافع ایدئولوژیکه و جان مردم، منافع ملی، ثروت ملی چه بلایی به سر جامعه بخواد بیاد مهم نیست. مهم اینه که اسلام به زعم خودشون، یعنی خودشون در است. بلا اسلام قبل از جمهوری اسلامی در ایران بوده، بعد از جمهوری اسلامی برن خواهد. ممنونم از ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق جناب حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر هموطن نازنینم، تا دیدار بعدی شما را به پروردگار عاشق می سپارم.